احتمالا تردید داره. اگه مردد نبود تا الان این کار انجام بده بود. اگه یه قدم دیگه بیان جلو خودم میندازم پایین. باشه باشه، تو این فاصله کمی که داری قصتو برام بگو. خیلی از بیماری‌های روانی تو ظاهر آدما نشون نمیده، تو موقعیت‌های خاصی معلوم میشه. مثل الان که یکی بخواد بیدلیل خودشو بکشه. بیدلیل نیست، از عوارض افسردگی هم میتونه باشه. واسه شما مشاوره همه یا افسردن یا دیوونه. عاشق من شراره رو میشناسم، اخلاقش دستم، مطمئنم که از دست دادمش. بدون اون نمیتونه. عکسی، مشخصاتی، یه چیزی بده از سیستم خودمون پیداش کنن. عکس؟ بلوتوثتون روشنه؟ این که شراره است. یه آدم با هیکل گنده از ماشین پیاده شد، اون تو اومد به سمت دختر و گوشی و دختر و همه رو زد و گرفت و سوار ماشین کرد و رفت. نه شراره تو خوابگاهه، نه دوست صمیمیش. خب یه مدتی از اونجا رفتن، در واقع خوابگاه عذر اونو به دلیل رفتار پرخطرش خواسته، اونم دست تنها دوست صمیمیش رو گرفته و با خودش برده. وقتی ازت سوال میکنم دقت کن چی جواب میدی. شراره کجاست؟ گفتم که دو روزه دارم میرم دم خونهشون. میگن چی شده ادیه؟ این چیه؟ چی؟ من میخوام به شراره کمک کنم اما الان دیگه قاطی کردم، نمیدونم چی درسته چی غلط. چرا هرچی میدونی به من نمیگی؟ میترسم یه چیزی بگم همه چی بدتر شه. یعنی به نیت من شک داری؟ منم میخوام کمکش کنم، هر چیز زودتر جلوشو بگیریم به نفع خودشه. لطفاً هر چی میدونی به من بگو. یه مدتی بود شراره خیلی عجیب شده بود، یواشکی میرفت یواشکی میومد، یه چیزیو از من قایم میکرد. خیلی کنجکاف شده بودم، داشتم از نگرانی میمردم. یه بسته هاییو میآورد لای وسایلش قایم میکرد، بعد دوباره بعد یه مدت برشون میداشت. اینا پیش تو چی کار میکنه؟ شراره میدونه اینا رو برداشتی؟ نه، دزدکی برشون داشتم. گفتم شاید اینجوری برای شراره بهتر باشه دست از این کاراش برداره، ولی الان میگم نکنه گم شدن شراره ربطی به اینا داشته باشه. الان تو رو خدا یه کاری بکن. جناب سرمان شکیب هنوز برنگشته؟ هر وقت اومد بیاد جلسه، منتظرش هستیم. جناب سرهنگ، این پرونده هر لحظه داره ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه. بله، از همون لحظه که شما تشخیص دادین این جوان قرار نیست خودشو از اون بالا بندازه پایین، میشد حد زد که یک کاسه زیر نیم کاسه است. امین زاره الان کجاست؟ بازداشتگاه هستم. و کماکان از شرایط کمالی ما بیخبر هستیم. متاسفانه فقط در این حد میدونیم که وارد حوزه خطرناک مواد مخدر شده. فکر میکنم بهتره پلیس مبارزه با مواد مخدر هم در جریان هم قرار بگیره. بفرمایید. خبر تازه چیه جناب سرهنگ؟ به چیزای تازه رسیدیم جناب سرهنگ. احساس میکنم که به شراره کمالی حسابی نزدیک شدیم. چطور؟ با صاحب موبایل سرقتی رفتیم محل درگیری. خوشبختانه همه چی رو درست گفته بود. گوشی درب داغون اون خانم رو یه گوشه‌ای پیدا کردیم. برای اینکه وقت تلف نشه فرستادم برای انگشت‌نگاری تشخیص هویت تا سریع بهمون جواب. آفرین. کدوم منطقه است؟ اجازه بدین. دقیقاً همینجا. خوبه. از کامپیوتر شخصی زاره چه خبر؟ قبل از که بیام خدمت شما رفتم پیش جناب سروان جوزی. یه چیزایی دستگیر شده بود ولی کارساز نبود. طبق فرمایش شما بعد از دوستانمون در پلیس فتا کمک بگیریم. من هماهنگی لازم رو انجام دادم. با توجه به حرکت جدید دوست شراره، دوستانمون در مواد مخدر قطعاً باید در جریان هم قرار بگیرن. اینا چیه؟ هدیه اومده بود پیشم. ظاهرا بعد از اینکه من از پیشش اومدم احساس عذاب وجدان کرده و فکر کرده بهتره همه چیزو بگه. اینا مال شراره بوده. هدیه درست نمیدونه با اینا چی کار میکرده، فقط یه روز از ترسش اینا رو برداشته و قایم کرده تا به خیال خودش دوستش از این شرایط نجات بده.
آقایون ظاهراً ادهی فرصت طلب در صدد هستن که از این امنیت و آسایش سوء استفاده بکنن. ادهی قاچاقچی در یکی از خونه ها یا باغ های این اطراف به طور مخفیانه مشغول کارهای غیرقانونی هستن. از همه شما استدعا دارم که از امروز با چشمان باز مراقب آمد و رفت های مشکوک و احیاناً غیرقانونی این افراد نااهل باشیم. تا انشالله بتونیم این امنیت و آرامش رو در دراز مدت حفظ کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. توجه شما رو به چند نکته مهم اینجا جلب میکنم. اولا ناحیه مد نظر من قربان. سلام. خسته نباشید. خوش اومدید. ببخشید بعد از ساعت اداری دارم مزاحمت میشم. چه حرفی؟ بفرمایید. در خدمتم. بذارم اینجا. چه کمکی از دست من برمیاد؟ الان میگم براتون. موضوع اصلی درباره مفقود شدن یه دختر 21 ساله است به نام شراره کمالی که البته گم شدنش بی ارتباط با موضوع مواد مخدر نیست. شراره کمالی سابقه فعالیت در زمینه مد و مدلینگ هم داشته. اینا چیه؟ اینا مربوط به یک جوون به نام امین زاره. امین زاره قرار بوده با شراره ازدواج کنه. امروز قصد خودکشی داشت که ما کنترلش کردیم. ولی همزمان گوشیشو ریسیت کرد. گوشیش کجاست؟ گوشیش هم همینجاست. خودش هم تو کلانتریه. حرفاش زد و نقیزه. در حقیقت این ریسیت کردن گوشی ما رو مشکوک‌تر کرد. اگه بخوایم میتونیم از طریق همین گوشی ریسیت شده اطلاعاتی از جمله لیست تماس‌ها، پیامک‌ها، حتی دفتر تلفن شو در بیاریم. ممنون. پرینت همه اینا رو داریم. در حقیقت چیزی که ما رو به این جمعون زنیم کرده اینه که کاملاً انکار میکنه که در فضاهای مجازی با شراره در ارتباط بوده. ما حتی میزنیم داره دروغ میگه. بله. جناب سلمان. من اسم شراره کمالی رو توی سایت‌های اینترنتی چک کردم. توی سایت‌های مرتبط به عکاسی و مدلینگ. یه سری عکس و اطلاعات در موردش پیدا کردم. میشه ببینم؟ بله. آره خودشه. ولی این چیزی به ما اضافه نمیکنه مگه اینکه رو عکساش لینک صفحه اصلیش باشه. آیدیشو دارین؟ من نه. ولی شاید جناب سروان پویا داشته باشه. شاید بتونه کمکمون کنه. آره آره خیلی میتونه کمکمون کنه. الان تماس میگیرم. الان میام. سلام جناب سروان. سلام. خسته نباشین. خسته نباشین. من الان توی پلیس فتا هستم. دوستان دارن روی کامپیوتر امین کار میکنن. میخواستم ازتون بپرسم احتمالاً هدیه توی حرفاش اشاره‌ای به آیدی شراره نکرده؟ نه، میتونم الان زنگ بزنم ازش بپرسم. ممنون میشم. فقط اگه لطف کنین آیدی امینم ازش بپرسین خیلی خوبه. باشه حتما. متشکرم. منتظر خبرتون هستم. الان تماس میگیرم. الان خبر میدن جناب سروان.
بله جناب سروان میشنوم. آیدی شراره شری چریه، اما راجع به امین زیاد مطمئن نبود. گفت راد شیش یه چند تا چیز دیگه. به هر حال همه این اطلاعات رو الان میفرستم رو گوشیتون. واقعا لطف میکنیم. بازم ببخشید که این موقع مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. کاری داشتین تماس بگیرید. من تلفنم تا صبح روشنه. واقعا ممنون. شبتون بخیر. شب بخیر. جناب سروان آیدی شری چریه. شمارش هم الان میکنم شمارش رو تو پینت شماره پیدا کردم. حدس میزنم همین شماره باشه. بیشتر تماس با این شماره داشته. آره درسته. آیدی پسره رو مطمئن نبودم ولی میگفتن یه چیزی تو مایه های راد 6 بعد باشه. باشه. الان من این شماره رو با این آیدی میزنم تو گوشی سیو میکنم به کمک این اپلیکیشن شرف خانم شما پیدا میکنم. بفهم. این هم شهر خانم شما. درسته. خودشه؟ آره. حالا ببینم این عکس از کجا برداشته. این هم لینکش. همین دوستان لینک رو برات بلوتوث کردم. بازش کن. باز شد. آره درسته. اما فکر میکنم شما بیشتر دنبال فعالیت های پسر این ها؟ آره. خواه همین دوستان. بود تو لیست دوستاش. راد شیش یا اسم خودش امین زاره. اینو جستجو کن. همچی کسی دوستش نیست. البته خودش هم میگفت که مدت هاست که توی این فضای مجازی فعالیت نداشته. چیکار کنی؟ من اینجا تو لاگ لیست لپتاپش دارم تاریخچه فعالیتش توی این سایت رو میبینم ولی پیداش نمی کنم. اکانتش رو غیر فعال کرده. خودش رو بیاریم کمکی میکنه؟ الان فقط خودش میتونه کمک میکنه. باشه. نمیدونم من که گفتم بهتون چند سال از این چیزا استفاده نکردم. تو یا واقعا نمیفهمی که جون شرار در خطره یا از عواقب کاری که میکنی خبر نداری بچه؟ مگه آیدید راد شیش نیست؟ راد شیش نه رازد در شیش. به خدا حضور ذهن ندارم پسش یادم نمیاد. نشونش بده. اینجا تمام فعالیت های تو مشخصه، حتی تاریخ آخرین ورودت به صفحه شخصی توی فرندزبوک حدود 3 ماه پیش. شنیدی؟ 3 ماه پیش نه چند سال پیش. جناب سروان ببخشید یه لحظه. من تو هارد اکسترنال این بنده خدا یه چرخ زدم رسیدم به یه فایل متنی که اسمشو گذاشته بود پس. حدس زدم باید مجموعه‌ای از آیدی‌ها و پسورداش بشه اما به شکل رمز شخصی درش بود. من از ترکیب تمام اطلاعات شخصیش مثل کد ملی، شماره شناسنامه، اسم و آدرس، شماره گذرنامه به حدود 178 تا پسورد رسیدم. با کمک بچه‌ها پسوردها رو تک تک تست کردیم. بالاخره تونستیم صفحه شخصی آقا امین رو باز کنیم. حالا چی امین زاره؟ جناب سروان میخوام چتاشون رو ببینم. بله بفهم. تموم میشه دیگه چیزی نمونده. من که تازه داره خوشم میاد. با من شوخی نکن شراره. قرار من یه مدت محدود بود بعدش ازدواج و یه خورده زمانشو بیشتر کنین عالی میشه آقا امین. من که دیگه واقعا بدون تو نمیتونم زندگی کنم. یه 2-3 ماه برو بالاتر.
بفرم. شروعت عالی بود، همه کف کرده. میگفتی شراره آتیش پاره هست، خدا نکنه ویرش بگیره یه کار رو انجام بده. من که کم کم حالم ازشون به هم میخوره، دارن ازم سوء استفاده میکنن. میخوای تو خودتو بازنشسته کن، من هستم بسته. شوخی نکن، دو نفر یه مدت سخت کار میکنیم بعدش عروسی و میریم یه گوشه دنیا زندگی مونیم. رسای خودم گروه خودم رو کرد. من واقعا شراره دوست داشتم. چرا میگی داشتم؟ امین کلافم کردی، شراره کجاست؟ اینا کیان که میخواستن ازت سوء استفاده کنن؟ این چه کاریه که باید سخت کار میکنین تا بتونین ازدواج کنین؟ بگو، وقتو تلف نکن. من هیچی نمیدونم. امین، من میدونم که تو میدونی زنت کجاست. مونتا اونقدر بچه‌ای که نمیفهمی با این دست دست کردنت ممکنه دیگه همیشه از دستش بدی. گم شدن شراره به این مواد مربوطه؟ اینا دست شما چی کار میکنه؟ تو به این مواد چه ارتباطی داری؟ من هیچ. گم شدن شراره چه ارتباطی داره؟ چرا اینجوری شو؟ حرف بزن امین، کمک کن پیداش کن. من هیچی نمیدونم. بس دلت ترسو. یه عده زن تو گروگان گرفتن، اون وقت تو تنها کاری که دست برمیاد که بری توی ساختمون نمیکاره وانمود کنی که میخوای خودتو خلاص کنی. چرا نمیخوای کمک کنی؟ کمک کن امین. باشه، کمک نکن. کمک نکن بزدل ترسو. کمک نکن. سلام جام سرنگ، خسته نباشین. من یه تیم سگ‌های موادیاب میخوام. بله قربان. بله سریع انجام میشه. متشکرم. شما این طرف رو بگرد، شما برو سراغ اتاقه. میخواییم فیلمی که براش فرستادیم ببینین؟ نه بابا، فقط کاری میکردی متقاعد شه و بیاد. تهدیدش کردم، براش 48 ساعت هم وقت گذاشتم. خوبه خوبه، من میخوام این رسم برچیده بشه. با این دو بسته ممکنه اون آباد بشن، اما لطمه ای به ما نمیخوره. اما بقیه باید حساب کار دستشون میاد. آفرین، منم هم همینو میخوام. وگرنه ما که آدم کش نیستیم. هستیم؟ جناب سرنگ، گزارش تیم مبارزه و مواد مخدر. یه روز میخوای خودتو بکشی، فرداش یه بند خدایی دیگر رو به کشتن میدی. دلیل این بیقراری ها چیه؟ تو گزارش اومده این موادی که منتسب به شراره کمالیه تو خونت پیدا کردن. من هیچی تو خونم نبود.
گرده و پودر باقی مونده از جاسازی درازمدت مواد تو کمد آشپزخونه نشون میده که تو هم تو کار اختفا و انتقال مواد مخدری. ببخشید جناب سرک. سلام زبی جان. ببخشید وقت شما ولکنت نیستیم. خب ممنون. فقط ببین من الان پلیس فتا ممکنه خواهش کنم بفرست رو سیستم فتا. جناب سرنگ ببخشید ما تونستیم بریم تو ایمیل ایشون. میخواییم ببینیم؟ بله البته. باشه قربونه چپ بخیر. جناب سرنگ ببخشید. جناب سرما قبلش میشه یکی تو چک کنی؟ بچه های تشخیص هویت صاحب اثر انگشت رو پیدا کردن. بله قربون. بنداز رو مانیتور تا خودش هم ببینه. اینجاست. همین. بفهم. حسام فرید فرزند یعقوب متولد 58 سابقه کیفری 8 سال حمل و توزیع مواد مخدر شیشه. میشناسیش؟ اسمش مراده. رابطه منو خیلی های دیگه. پولو این بهت میداد؟ میریخ به حسابم. حسابشو دویم بررسی کنم. ایمیلاشو باز کن. بله قربان. این آخرین ایمیلی که دیروز رسیده. یه فایل ویدیویی هم همراهش. بازش کن. بله. نزن عوضی نزن. بشین بشین آروم باش. صندلی رو بیار. بشین. منظورش از امانت همون بسته هایی نیست که پیش ماست؟ جناب سرنگ از ضرب العجل 48 ساعتشون تقریبا 24 ساعت گذشته. هنوزم نمیخوای حرف بزنی؟ اون رفع این گاه اون بسته ها رو ما برداشتیم. مگه روح هم خبر نداشت؟ الان میبینم دست شماست. شما با آرزوی ازدواج به دختری نزدیک میشی، بعد خودت اونو به کام خطر و مرگ میفرستی که چیو ثابت کنی؟ منم مثل همه دوست دارم خوب و راحت زندگی کنم. اینجوری؟ خب اشتباه کردم. واقعا فکر میکنی همسر آیندت راجبت چی فکر میکنه؟ اصلا انگیزت از اقدام به خودکشی چی بود؟ بریده بودم، کم آورده بودم. یه لحظه نگاه کردم دیدم چه غلطی کردم. دستی اونجا هم کم آوردم. موبایل تو برای چی ریست کردی؟ توش همش تهدیدای مراد و دوستاش بود. نمیخواستم دست پلیس بیفته. چرا؟ خب میتونستیم کمکت کنیم. این الان نمیخواین کمکم کنی؟ بستگی به خودت داره آقای زاره. بستگی داره چقدر بخوای خودت به خودت و آیندت کمک کنی. به خدا جناب سرهنگ، من حاضرم خودم نباشم اما یه مو از سر شراره کم نشه. اونا امانتیشونو میخوام. جنسام که اینجاست، منم که اینجا. خب بدین من برم شهرها رو پس بگیرم. بچه ای بچه، این بچه ها فکر میکنی؟ فکر میکنی بری اونجا ولت میکنن؟ ازشون نمیترسم. حالا که دیدم شهرها رو زنده است باید یه چیزایی بهش نشونم. حالا؟ از صبح تا حالا زبونم بود درمون یه قدم برداری. حالا احساساتی شدی نمیترسی؟ برات مهم نیست؟ شکیبا جناب سرنگ، شما که نمیخواییم با پیشنهادش موافقت کنیم. خب تصمیم مشکلیه، احساس بردارم نیست. منم باید چیزایی رو با ستاد هماهنگ کنم. اینجوری میشن دوتا گروگان. میدونم میدونم، ولی ورود اون به منزل میتونه تمرکز گروگانگیرا رو کلن به هم بریزه. منم باید تیم رهایی گروگان و پلیس مواد مخدر رو هماهنگ کنم. جناب سرنگ ما هنوز جاشون هم نمیشناسیم. با اطلاعات مردمی ما به یه محدوده کوچکی رسیدیم. جناب سروان. بله قربان. میتونی از روی اون ایمیل و ویدیو محل استقرار گروگانگیرا رو مشخص کنی؟ بله. خب جناب سرهنگ من که جاشونو میشناسم. Thank you.
جناب سرمان تصویر رو تبلت داری؟ بله قربان، واضح و خوب. خوبه، بهتر صدا رو هم تست کنیم. امین اگه صدای منو داری دستا بیار بالا. میشنوه قربان. احد پنج، احد یک، احد پنج، احد یک، احد یک بگوشم. پنجده شدیم. احد یک پنجده. زنگو بزن. کیه؟ شعبم، باسمون. بیافت جلو. جناب سرنگ وارد شد. پس ظاهرن اینجا دالانی ایجاد کردن و اینجا هم دری قرار داره که در صورت لزوم برای نفوذ میتونیم ازش استفاده بکنیم. شره کجاست؟ به ببین کی اومده؟ دیدی باعث شدی ما ببازیم؟ شره کجاست؟ مراد رو اومدنت شرط بسته بوده، ما رو نیومدنت. شره کجاست؟ صدا تو بیار پایین بچه. شره رو میزدی یا رسی؟ چی اونجوری میزدیش؟ صدا تو میبری بالا؟ آوردی؟ یا فقط ولدی داد بزنی؟ بلش تو اول بچه هدر ببینه. این فیلم ها ببینی نشونش بدین. پنج دو. جناب سرهنگ، تا این لحظه نگهبان بالای پشتبون و یک نگهبان توی حیات پشتی رویت شده. بهترین و مناسبترین راه نفوذ دوتا ساختمون مشرف چپ و راسته. اول باید نگهبان بالا را از کار انداخت. باید موافقم، بهتره تیمت از دو طرف به ساختمون نفوذ کنن. جناب سروان شما آماده شون. بله قربان. شهر خوبی. امین تو اینجا چی کار میکنی؟ این خودشه، حسان فرید معروف مراد. ردشو داریم، کارش توزیع مواد مخدر بین جوانان و دانشجوهاست. یه خبرم داریم، اخیراً معمولی بزرگی وارد تهران کردن. لابد الان مشغول توزیع و اختفاء هستن. بله، با دستگیری اینا باند بزرگی متلاشی میشه. با امید خدا. ببینم این توه. همینجوری که نمیشه که. ولکن بچه پرو بازی دارم، بهت میگم بده. سکو سکو باش. باشه بهت میدم. یه دقیقه بینجا. بذار من یه دقیقه با شهر تنها باشم. چون من زایم نکنیم، من که با پای خودم آمدم اینجا. باشه. مراد خان، آقا کارتون داره. یه دقیقه. چشم. بچا. امین. خیلی اذیتت کردن. دیوونه اینجا چی کار میکنی؟ نگران نباش، خدا نجاتت میده. میخوای چی کار کنی؟ نابودشون میکنم. تو که بسته آباهات نیست، پس با چی اومدی؟ من بقدر تو حاضرم هر کاری بکنم. اینطوری خودتو به کشتن میدی. مهم نیست. باید یک کاری برامون کنی. وقتی صدای اولین شلیک رو شنیدی این دکمه رو فشارد. شلیک؟ فکر نمی کنم به حضور شما نیازی باشه جناب سرهنگ. اما من نگران شرارم جناب سرهنگ. شراره؟ بله، حالش خوبه؟
الان نمیتونم بگم، ولی نیروهامون وارد عملیات شدن. میخوام اگه اجازه بدیم منم بیام اونجا، شاید کمکی از دستم بر بیاد. باشه، مانعی نداره. عهد دو، عهد پنج، عهد دو بکشم، حیات امن شروع کن. شنیدم عهد پنج. عاشق بازی ها تموم شد، اجازه میدی به کارمون برسیم؟ آره برسیم، من هم آدم اینجا به کارمون برسیم. خیلی خوب، بی بالا اینجا؟ حالا همینجا، بس کجا؟ بعد آقا بویو که ببینه چیزیو که آورده فقط به خودش. بود خیلی زیاد شده آقا، چه؟ میدی همینجا تیکه تیکت کنم؟ بذار حرفمو بزنم. بدایت میگم بویو یک بار تزمین بده ما سالمه اینجا میریم بیرون. بگردش ما رو مسخره کردی؟ این چیه؟ اینو آوردم بدون این کلک نمیزنه. همش پیش خودم. ولی فقط به آقا بویوک میگم باقیش کجاست. کارشو داره خوب انجام میده. دارن میبرنش پیش سر کرده شون. بهتر مرحله دوم عملیاتو شروع کنه. از عهد یک به کلیه واحدها. مرحله دوم عملیات. ببخش، مدرم شدیم. این چیزی اشاره بود. این بچه کیه برای شاشین آورید بالا؟ شما که همه اموراتتون از این بچه ها میگذره. نفرمایین آقا. زبون در آوردی برسه من بزمجه؟ یه الف بچه اینطوری من ترتون کرده؟ آقا ما نخواستیم بدجور تمامش کنیم. گفتیم اون دوتا بسته ای که پیش توی مگه چقدر میارزه؟ بودن نبودنش برای من چه اهمیتی داره؟ خیلی خوب، پس بذار این شهره با من بیاد، منم باقیشو بهتون پس میدم. عجب، حالا برای من تعیین تکلیف میکنی ها؟ حالا علی سلام. سلام. در کنترل برق اومده. الان کسی نیست، فردا بیا. شما که هستی یه دقیقه میزنم میرم. گفتم فردا بیا. آقا. آقا. ما معیبت نمیگم. دستتو بر بالا. ببر بالا دستتو. شبابم، باز کن. پشت خودمون رو برسیم بالا. همینجا به چشم از دختره بر نداری. یه خوابی بزنیم، یه خوابی بزنیم، یه خوابی بزنیم، یه خوابی بزنیم. بیا 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 ببون آقا، ببون بریم، ببون آقا، ببون بریم. بچه ها نذاریم بیان بالا. چه دست داریم اینا؟ ما از بچه ها بگیم ببین کیا زنده هست.
کجا داری میری؟ واشا! زدنش. امینو زدن. دختره چی شد؟ سپردیمش به رویا. رویا رو چرا به کشتن دادی؟ خنگ خدا. خدا را. اصلاحی ندارم. آروم باش جناب سرنگ، ما با مشکل خوردیم. چی شده شکیب؟ شراره کمالی همچنان گروگانه. تیم ناپوم شرایط مسلطه که؟ بله، ولی شراره تو طبقه همکف توسط یه زن گروگان گرفته شده. اینجا یه خروجی هست. سلام. شرار خوبی؟ الهام تو رو خدا. چه بلایی سرت اومده؟ کمکم کن. خفه شو. جناب سروان، ممکنه یه گزارش از وضعیت به ما بدین؟ همه چی تحت کنترله. دو تا از افرادمون زخمی شدن، اما باند بیوک تهماسبی تارمار شده. این تک و توک صدای تیراندازی تموم شه، یعنی که قائله ختم شده. شنیدی؟ قائله ختم میشه. تو که نمیخوای وفاداری تو به کسایی ثابت کنی که کشته یا دستگیر شدن. ادامه این راه یعنی تو از اونا جنایتکارتری. خفه شو. میشه خفه شد و حرف نزد. میشه حرف نزد و عمل کرد. این بخش از پلیس، پلیس عملیاته. ولی برای ما جون شما خیلی مهمه. اگه اشکال نداره من این چند کلمه باهات حرف دارم. میتونی ساکت باشی و گوش بدی. اگرم نخواستی بشنوی بگو منم ساکت میشم. کشتن شراره یعنی کشتن خودت. تو که نمیخوای خودتو به کشتن بدی، ها؟ دختر جوان و زیبایی مثل تو حتما آرزوهای بزرگی داره. میشه از یه مسیر تازه شروع کرد. ما کمکت میکنیم. کمک نمیخوام. مهم نیست دیگه چه اتفاقی میفته. تو ازدواج کردی؟ بچه هم داری؟ خب اونا الان منتظرتن. ما هممون میتونیم زنده از این در بریم. زنده بمونم که چی بشه؟ برم زنده؟ آره؟ ببین، هنوز اینجا اتفاق بدی نیفتاده. میشه موضوع اینجا جمعش کرد. الان جون شراره ما دست توه. جون تو هم دست ماست. همکاره من که الان اینجان، قبل از این که فرمان مغزتو به دستت برسه و بخوای ماشه رو بکشی، عمل میکنن و از این کار جلوگیری میکنن. مگه کوچولوی تو چه گناهی کرده که از داشتن تو محروم بشه؟ تو حق نداری خودتو از بچت بگیری یا همسرت، پدر مادرت. پلیس اینو درک میکنه که تو اشتباه کردی، به شرط اینکه الان از این اشتباهت برگردی.
فقط کافیه انگشتو از جمعاشه برداری. همین. خانواده خودت. خانواده شرابه. بچهت. جناب سروان، من دیگه صدای تیراندازی نمیشنوم. بله، همه دستگیر شدن. منم میرم سراغ امین. اسمتو به من بگو. امین، امین، بابا پاشو. چته؟ نمیدونم. مگه جلیقه نداری؟ یه ممکنه شرره خوبه.